ازدواج به هر دلیلی بیهوده است. به نظر من فقط یک نوعشه که متمدنانه. چه نوعش خانم صدری؟ اگر مثل انتخابات ریاست جمهوری باشه، هر 4 سال طرفین تصمیم میگیرن آیا میخوان با هم دیگه رأی بدن یا نه. اگر خواستن یک جوره ادامه میده. من که خیلی موافقم. چی فکر میکنی؟ من که تو همون انتخابات اول گیر کردم. خب ولی رئیس جمهور فقط 2 دوره میتونه انتخاب بشه. این برای اونه که قدرت فساد میاره و ریشه پیدا میکنه. تو این نوع ازدواجی که من میگم زن و مرد با هم مساویه، میتونن تصمیم بگیرن هر چند سالی که دلشون خواست همدیگر رو انتخاب کنن. اگه بچه داشته باشن چی؟ نه، بچه همه چیز عوض میکنه. آوردن یه آدم بیگناه توی این دنیای فاسد مسئولیت سنگینیه. تو چی کار میخوای بکنی؟ من کاری بلد نیستم. اون مشتقه بیاد تو پریز دیدیم؟ 10 نسلی که نسلم در نسل این زمین ها رو میکنم. من تا حالا چیزی نکاشتم. خب برای کاشتن که نباید انشتن بود. تو نکاری هم که نمیشه جلو کرد. بالاخره دست آدم باید بره تو خاک. آقا مشکل نسل شما اینه که نکاشته میخواد درو کنه، اینه که نمیشه. این یک شده ای. ما درو هم نمیخواییم بکنیم. امروز برنج و گندم و 1000 تا چیز دیگه وارد بکنیم. فرده همه چی. بس فرضم که نفت همون شد اون وقت. از اینجا تا بیستون رای نیست. یه رست تو رو باید ببرم اونجا تا ببینیم مملکت از کجا به کجا رسیده. ممنونده برم میام. سلام شما. سلام ممنون دارم. ببخشید مزاحمت شدیم. شما احمد میرشکاری هم میشناسیم؟ بله. اون دوست صمیمی منه ولی خیلی وقت ندیدم چون زندانه. اتفاقی افتاده؟ برای یک مرخصه 2 ماه آزاد شد ولی دیگه به زندان برنگشت. چون احتمال فرار داده می شد به همه پاسگاه های مرزی اطلاع داده شد. خب من چه کار باید کنم؟ دیروز تو مریوان دیده شده ولی تونست از دست مامورا فرار کنه. ما حدس می زنیم بیاد پیش شما. شما که بهتر می دهید. من هیچ وسیله ارتباطی ندارم. به هر حال ما خونه شما رو تحت نظر داریم. اگه به هر طریقی با شما تماس گرفت لطفاً به ما خبر بدید. آه باشه چشم. هر وقت اومد اینجا من دست و پاشو میبندم بعد به شما خبر میدم. آقای نامدار، مملکت در خطره. ما نمیتونیم اجازه بدیم عناصر نامطلوب باد به بیرق دشمنای مملکت بدن. خب هر کس فکر میکنه عناصر نامطلوبه دیگه. این حرف شما رو نشنیده میگیرم. تو گفتی این آدم خوبیه. دایی میدونم از تلفن خوشتون نمیاد ولی اگه میخواین با خانوادش تماس بگیری گوشی من هست. آره بریم لحظه چی تلفنمو بردارم. سلام آقای نامدار. سلام. حدس ما درست بود. دوستتون داشت میومد پیش شما. متاسفانه ایشون تو درگیری کشته شدن. منظورتون از درگیری چیه جناب سروان؟ دوست من تو زندگی چیزی جز قلم دست نگرفته بود. دوست شما شاید، ولی قاچاقچی هایی که آدم اونبار مرز میبرن همیشه مسلح هم. برحال شما بهتره با ما تشریف بیارید برای شناسایی جنازه. من چنین کاری نمی کنم. کسی که به شما همچین مأموریت داده حتما یه عکسم همراهش بوده. من میخوام دوستم توی ذهنم زنده بمونه. من میتونم شما رو جلب کنم.
اگه این کارو نمیکنم معنیش این نیست که رفتارتون رو به مرکز گزارش نمیدم. شما کار خودتون رو بکنید، ما هم کار خودمون. تقصیر من بود دایی؟ نه 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 من بودم که چه پیدم تو بیرونی؟ من بودم که همی زنی زندگی شدونی و بست. دوست دارم دیشم در زن، دوست دارم دیشم در زن.